گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم اگر چه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. هفته پیش برایتان از شاعر مهر و دوستی و امید و عشق، از شاعر خاطره های نامیرا، از فریدون مشیری گفتم و وعده دادم که این قصه را دنبال کنم. پس به وعده وفا باید کرد. فریدون مشیری در 28 سالگی با اقبال اخوان، دانشجوی رشته نقاشی دانشگاه تهران، ازدواج کرد که ثمره آن دو فرزند بود، بهار و بابک. او شاعری پرکار و محبوب بود که مجموعه های شعریش ده ها پار تجدید چاپ شده و می شود. فریدون مشیری که در سالیان آخر عمر با بیماری دست به گریبان بود، صبح روز جمعه سوم آبان ماه 1379 سفر خاکی خود را به پایان برد و از قطار عمر پیاده شد. جهان به سان قطاری است جاودان در راه که روی خط زمان چون شهاب می گذرد. گذارش از دل تاریک دره‌های ازل به سوی دشت مه‌آلود و ناپدید ابد. چه می برد که چنین با شتاب می گذرد؟ مسافران قطار نه از ازل به ابد، آه فرصتی کوتاه، همین مسافت بین دو ایستگاه از راه در این قطار به سر میبرند، خواه نخواه. دو ایستگاه که میدانیش، تولد مرگ، وجود مختصری در میانه دو عدم به نام عمر که آن هم چو خواب میگذرد. کنار پنجره ای چون مسافران دگر به آنچه مهلت دیدار هست می نگرم. به این طبیعت خاموش، کائنات، حیات که هیچ پرده ای از راز آن گشوده نشد، به سرنوشت بشر، به این حکایت غمگین که زندگی نامند، به این هیاهوی دیوانوار بر سر هیچ، به بیپناهی انسان در این ستم بازار، به خانواده، به مادر، پدر، وطن، فرزند، به همراهان عزیزی که زودتر از ما در آن کرانه بی انتها پیاده شدند، به عشق نور امیدی در این سیاهی کور، به دل که با همه ناکامی و ملال و شکست هزار آرزوی ناشکفته در او هست، به این سفر که کجا می روم، چه خواهم شد، به آسمان، به پرنده، درخت، دریا، کوه، به گرم پوی باد، به سرد مهری ماه که بی خیال تر از آفتاب می گذرد. کنار پنجره ام با خیال خود، ناگاه صدای سوت قطار ز مهلتی که نمانده است می دهد هشدار که قدر نیم نفس منتظر نخواهد شد، پیاده باید شد. در آن کرانه بی انتها، در آن تاریک، تنم به سان غریقی است در کشاکش موج. نه هیچ راه گریزی به بیکران فضا، نه هیچ ساحل امنی در این افق پیدا، نه
هیچ نقطه پایاب و آب می گذرد. در مورد شعر مشیری نظرهای متضاد ابراز شده است. گروهی از منتقدانش بر این باورند که شعر مشیری غرور را در ذهن مخاطب بیدار نمی کند. به زعم آنها در میان شعرهای مشیری اینجا و آنجا تکه هایی یافت می شود که جذاب است و شعریت دارد، اما این برای شاعری که 50 سال در عرصه شعر معاصر ایران بوده نه تنها کافی نیست بلکه کم است. منتقدان استدلال می کنند که مشیری در شعر خود درجا زده و درجا زدن از ویژگی های شاعر امروز نیست. آنان که به شعر سیاسی اعتقاد دارند می گویند مشیری از صبح می گوید، اما پنجره را نمی گشاید تا صبح را به درون اتاق راه دهد. مخالفانش معتقدند که در شعر مشیری نیروی تخیل شاعرانه هست، اما هیچ یک از آنها شعر نیست. موافقانش اما همانند مردمی که همچنان اشعارش را از بر دارند او را می ستایند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب می گوید به گمان من فریدون شاعری واقعی است، شاعر واقعی عصر ما، هنرمندی بی ادعا، شاعری خردمند و فرزانه که ایرانی بودنش هم او را از دلواپسی برای سرنوشت انسان، برای آینده انسانیت و برای دنیای فردا مانع نمی آید. با چنین زبان ساده، روشن و درخشانی است که فریدون واژه به واژه با ما حرف می زند. حرفهایی که مال خود اوست، نه ابهامگرایی رندانه شعر او را تا حد هذیان نامفهوم می کند و نه شعار خالی از شعور آن را به وسیله مرید پروری و خودنمایی بدل می سازد. شعر او زبان در سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه جبهه خاص، مکتبی خاص و دیدگاهی خاص خود را از اهل عصر و زمانش جدا سازد. او بی ریا عشق را می ستاید، انسان را می ستاید و ایران را که جان او به فرهنگ آن بسته است دوست دارد. وقتی یکی از دوستانش که قصد جلای وطن داشت او را نیز به همراهی دعوت کرد، فریدون مشیری چنین پاسخش گفت: تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده است. غم این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده است. تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کن در افتادی. تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است، تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است. تو را این ابر ظلمت گستر بیرحم بیباران، تو را این خشک سالی های پی در پی، تو را از نیمه ره برگشتن یاران، تو را تزویر غمخواران ز پا افکند، تو را هنگامه شوم شغالان، بانگ بی تعطیل زاغان در سطوح آورد. تو با پیشانی پاک نجیب خیش که از آن سوی گندمزار تا
طلوع باشکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است، تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت، تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است، تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و اینک حسرت و افسوس بر آن سایه افکنده است، خواهی رفت و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمیفشانم، من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت. کتاب گویای ایران، ایران آدیو بوک، منظومه یگانه و جاودانی آرش کمانگیر، شاهکار بی همتای سیاوش کسرایی را برای نخستین بار به صورت کامل به دو زبان انگلیسی و فارسی با صدای سوزی زیایی و فریدون فرهندوز منتشر کرد. این مجموعه نفیس شامل دو سی دی به دو زبان و دفترچه کامل از داستان و شعر آرش به انگلیسی و فارسی به عاشقان فرهنگ ایران پیشکش می شود. منم آرش، چون این آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب، فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب، چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک. I am Arash. So began that man with the enemy. I am Arash, a freedom fighter. With the quiver's only arrow, your bitter quest is now prepared. Do not seek my ancestry. I am the offspring of torment and toil, fleeing the night like a meteor, like the morning ready to greet. Bless that robe worn in battle. Please that wine drunk in victory. May your wine and wear be blessed and pleasant. برای تهیه مجموعه آرش کمانگیر و آثار ایران آدیوبوک به وبسایت ما www.iranaudiobook.org مراجعه کرده و یا از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید. Thank you.
موافقان مشیری او را شاعر بزرگی می دانند که روحی به زلالیه کودک معصوم دارد و به همین سبب شعرش زلالترین، عاطفی‌ترین و مردمی‌ترین شعر معاصر است. محمد علی سپانلو می گوید فریدون شاعر و صیاد لحظه های زیبا و گاه تلخ زندگی است. لزومی ندارد شعار بدهد یا در این آشفت بازار شعری آنچنان بگوید که هیچ بنی آدمی مفهوم آن را درک نکند. در زیر این نیلی سپهر بیکرانه، چندان که یارا داشتم در هر ترانه، نام بلند عشق را تکرار کردم. با این صدای خسته شاید خفته ای را در چهار سوی این جهان بیدار کردم. به گفته سپانلو، مشیری مثل همان سالهای جوانی سادگی خود را پاس می دارد، عشق خود را زمزمه می کند و از دیار دوستی، از دیار آشتی پیام انسانیت را در گوش ما می خواند. من مهربانی را ستودم، من با بدی پیکار کردم، پژمردن یک شاخ گل را رنج بردم، مرگ قناری در قفس را غصه خوردم و از غصه مردم شبی صد بار مردم. به اعتقاد محمد علی سپانلو، به خلاف آنچه میگویند، بسیاری از شعرهای مشیری سرشار از پیام اجتماعی و انسانی است. مشیری با زبانی شاعرانه در شعر با قلم میگویم از بازی‌های روزگار شکایت می‌کند، به گونه‌ای که خواننده به سادگی با احساسات درونی شعر او ارتباط برقرار می‌کند. با قلم میگویم ای همزاد، ای همراه، ای همسرنوشت، هر دومان حیران بازی‌های دوران‌های زشت. شعرهایم را نوشتی دست خوش، اشکهایم را کجا خواهی نوشت؟ کتاب گویای ایران، ایران آدیو بوک، منظومه یگانه و جاودانی آرش کمانگیر، شاهکار بی همتای سیاوش کسرایی را برای نخستین بار به صورت کامل به دو زبان انگلیسی و فارسی با صدای سوزی زیایی و فریدون فرهندوز منتشر کرد. این مجموعه نفیس شامل دو سی دی به دو زبان و دفترچه کامل از داستان و شعر آرش به انگلیسی و فارسی به عاشقان فرهنگ ایران پیشکش می شود. برای تهیه مجموعه آرش کمانگیر و آثار ایران آدیو بوک به وبسایت ما www.iranaudiobook.org مراجعه کرده و یا از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید. مشیری حرف دلش را می زند، ساده و بی پیرایه و بدور از ادا. شرمنده از خود نیستم گرچون مسیحا، آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن، من با صبوری بر جگر دندان فشردم. اما اگر پیکار با نابخردان را شمشیر باید می گرفتم، بر من مگیری، من به راه مهر رفتم. در چشم من شمشیر در مشت، یعنی کسی را میتوان کشت. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی میگوید مشیری از شاعرانی است که من با آنها گریستم، شاعرانی که مستقیما با عواطف آدمی سر و کار دارند. همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب،
چیست در هم همه دلکش برگ؟ چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال؟ چیست در خلوت خاموش کبوترها؟ چیست در کوشش بی حاصل موج؟ چیست در خنده جام که تو چندین ساعت ما تو مبهوت بدان می نگری؟ نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام بلند، نه به این خلوت خاموش کبوترها، نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، من به این جمله نمی اندیشم. من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در سینه کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم، می بینم. من به این جمله نمی اندیشم، به تو می اندیشم. ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم. همه وقت، همه جا، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان، این را تنها تو بدان، تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان. جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب، من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند. اینکی من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگیر، تو ببند، تو بخواه، پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان، تو بمان با من، تنها تو بمان، در دل ساغر هستی تو بجوش. من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. به گفته نادر نادرپور، مشیری قدرت آن را دارد که مفاهیم بغرنج را در الفاظ آسان بگنجاند و نیازی به قلمبگویی در خود احساس نمی کند. گفت دانایی که گرگی خیره سر، هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. ای بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان گر یکدگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست اینسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند.
گورکا همراه و انسانها قریب. با که باید گفت این حال عجیب؟ غزل بانوی امروز ایران سیمین بهبهانی میگوید نوشتن کلام ساده آسان است، سرودن شعر ساده اما دشوار، و سخن فریدون مشیری شعر ساده است نه کلام ساده. صداقت کلمات او به گونه ایست که مخاطب آشنایی دیرینی با آن حس میکند. اگر ماه بودم به هر جا که بودم سراغ تو را از خدا میگرفتم، اگر سنگ بودی به هر جا که بودی سر رهگذار تو جا می گرفتم، اگر ماه بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، وگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی. یکی دیگر از خصایص شعر مشیری انسانگرایی است. او انسان را به صرف انسان بودنش قابل ستایش و احترام می داند. ایمان به انسان شب چراغ راه من بود، شبهای بی پایان نخفتم، پیغام انسان را به انسان باز گفتم. بسیاری از نوجوانان دهه های 30 و 40 احساسات بشر دوستانه و اعتراض به نامردمی را نخستین بار با شعر اشکی در گذرگاه تاریخ تجربه کردند. از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرد گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود. بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب گشت و گشت، قرنها از مرگ آدم هم گذشت، ای دریغ آدمیت برنگشت. قرن ما روزگار مرگ انسانیت است، سینه دنیا ز خوبی ها تهی است، صحبت از آزادگی، پاکی، مروت ابلهی است، صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست، قرن موسا چنبه هاست، روزگار مرگ انسانیت است. من که از پژمردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فغان یک قناری در قفس، از غم یک مرد در زنجیر، حتی قاتلی بردار، عشق در چشمان و بغضم در گلوست، من در این ایام زهرم در پیاله، زهر مارم در سبوست، مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان می کنند، دست خونالود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند، هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان می کند. صحبت از پژمردن یک برگ نیست، فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست، فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست، فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست، در
کویری سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. باز هم از فریدون مشیری و کوچه‌اش خواهیم گفت و تا بعد شاید. چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم، اگرچه بعد از هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.